من اگه با اجازهتون، اگر که همه فعلا میوت نگه دارید، من یه ریویوی روی این داستان با همه داشته باشم، بعد با هم شروع میکنیم و بعد بی زحمت ازتون میخوام که آن میوت بکنین که بعد بتونیم کلماتو با هم ریویو بکنیم. من این رو بذاریمش روی سلاید شو. خب امیدوارم که تونسته باشین حروف رو تمرین بکنین. من یه یادآوری میکنم اگرم که تمرین نرسیدین بکنین، بعد از دو هفته یه ریویوی شده باشه. در مورد این شهر در واقع دین دبیره با هم گفتیم، از این که یه خانومی بود به اسم خانوم ب و یه برادری داشت به اسم آقای آ که اومد تو این شهر الف با شهر الف با دین دبیره و در واقع اومد که خواهرش رو دیدنی بکنه. شکل آ رو به خاطر بسپاریم، شکل ب رو به خاطر بسپاریم. بعد داستان رو تعریف کردیم که چجوری این آقای آ وارد خونه شد، زنگ در رو به صدا در آورد، این زی زنگوله بود و چجور با پیچوندن دی دستگیره وارد خونه شد و داستانای خودش رو به همراه داشت. خب پس این حرف ب هست، اینجا دست راست بالا، حرف آ هست، این حرف د بود و این حرف ز، ز زنگوله، د دستگیره، این آقای آ و این ب بانو. خب قسمت دومم که ما هم ریویو کردیم، گفتیم که این آقای آ اومد توی داخل منزل نشست و اومد که خستگی در بکنه و خواهرش همراه با چه چای، اینجا این شکلش هست، چه چای و همراه با که کیک، همطور که دست این خانم به بانو میبینیم که کیک، اومد که از برادرش پذیرایی بکنه. این قی قوری هست که اینم یک شخصیتی بود تو این داستان و می ماشین که داستان رو تعریف کردیم چجوری اینا به صدا در اومدن هر کدومشون و شروع کردن به در واقع زنده شدن تو این داستان. پس یه دور دیگه ریویو بکنیم. چه چای، می ماشین که شبیه شیش انگلیسی بود، به بانو، آی آقا، که کیک، همطور که گفتیم که شبیه ده هست ولی دنباله نداره، دمش کوتاهه. قه رو اگر نگاه بکنید، من همیشه برای خودم شبیه حلزون میبینم، این سنیلا هستن که رو زمین راه میرن، برای من تداعی کننده شکلش تداعی کننده اون هست. و زه زنگوله همطور که خدمتون گفتم شبیه ب هست ولی این سرکجش اضافه هست اینجا. یادتون باشه که این سرکج اینجا هست برای اینکه این زنگوله بهش در واقع آویزون بشه، اینطوری شاید راحت تر یادمون بمونه. خب اینم یه ریویوی دیگه از حروف، من حالا بزرگترشه، یه نگاه دیگه روش بندازیم. که میم ب ق، همونطور که گفتیم این ق حالا فارسی ما قاف و ق نداره، فقط صدا هاست که حروف و این در واقع نشانگر صداهان، وگرنه شکل ندارن. از لحاظ شکل های فارسی، ادبیات فارسی این دبیر اون رو به اون شکل نداره. خب این رو با هم ریویو کردیم دفعه پیش. این رو میخوام امروز اگر که خودتون آن میوت بکنین، هر کی که داوطلبه، من کلید حروفم اون گوشه گذاشتم، بی زحمت شماره یک و هر کی که دوست داره بخونه. بامداد. بله مرسی. شماره دو رو هر کی بتونه بخونه. مازاد. بله مرسی. شماره سه. ببخشید این شماره سه، این دوباره اشتباه، اون وسطش ا نیست، آ. چا. بله 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 بله. شماره چهار. ماد. 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 بله ماد، مثل سلسله ماد. ماد که داشتیم. بله. شماره پنج. کام. کام. شماره 6. یکی نخوندن دوست نداری، هرکی به این حروف چی میگن، کلیدش هم کنارش گذاشته شده. شماره 6.
اگر نه هر کی که برنده بخونه. دوباره همون مازاده. راست میگین، دوباره نوشتم. مرسی، دستم در نکنه. شماره هفت. بادام. بله بادام، مرسی. شماره هشت. چاق دوباره؟ نه قه نیست. چاد. چاد. شماره نو. آزاد. بله بله آزاد. شماره ده. داماد. بله بله. بله داماد، مرسی. شماره یازده. داکا. داکا، مرسی. دوازده. ماق. یه دور دیگه بگین. ماق. ماق، بله بله. شماره سیزده. ماک. ماک، میگم اونو ممکنی خیلی هاشم معنی نداشته باشه، ولی خب. شماره چارده. قازباز. قازباز، گفتم شاید یکی قازباز پیدا شه. کفترباز داریم، قازباز نمیدونم. شماره پونزده. زاق. زاق، بله، مرسی. خیلی هم ممنون، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. خب خیلی هم خوب. خب پس بریم سراغ داستان بعدی. خیلی خوب، تو این قسمت داستان در واقع قرار هست که این آقا و خانم به بانو و آقا، قرار برادرش که آقا هست، قرار با هم برن تو شهر الفبای گردشی بکنن و قراره برن که از جاهای مختلف این شهر دیدنی بکنن. تو این مسیری که دارن حرکت میکنن، البته این پیشنهاد رو این خانم میده و به بانو میده و آقای آ خیلی خوشحال میشه که بتونه بره شهر رو یه دور دیدنی بکنه و همینطور که سوار ماشین میشن، همینطور که میبینین سوار می ماشین میشن و توی شهر شروع میکنن به حرکت کردن. اولین چیزی که تو مسیر میان و میرسن به این هست. این به نظرتون چیه؟ فه. آفرین، فه، و این در واقع فه فواره است. خب اگه شکلش رو تو خاطرتون بسپرین، این در واقع از اینجا با یه سرکت شروع میشه، میاد پایین و یه قلی میخوره اینجا، یه قوس پایین داره. خیلی مهمه یادتون باشه، چون بعدن وقتی به حرف ر میرسیم این رو نداره، یعنی این قوس تو شکم رو که فه داره، حرف ر این رو نداره. اینو فقط حالا به خاطرتون، یعنی خوب نگاش بکنه که فراموشتون نشه. خب میان به فه فواره میرسن. این فه فواره رو خانم ببخشید به بانو توضیح میده که این در واقع اولین فواره شهره که سالها پیش مردم اینو به سختی ساختن. خیلی قدیمیه ولی خیلی خوب کار میکنه و در واقع همه جا رو آب پاشه، یعنی آب شهر تو این شهر الف بایدین در بیدی تامین میشه. گلا رو آب میده، درخت ها رو آب میده و در واقع این که خلاصه با هم صحبت میکنن که چقدر خوبه که اینو پاکیزه نگه دارن آبو. و همینطور که داشتن تو مسیر پیاده روی میکردن، از ماشین پیاده میشن، اینجا پیاده روی میکردن، میرسن به این درخت و چقدر خوشحال میشن که این درخت پر میوه هست. این چه حرفیه فکر میکنین؟ هی؟ هی، مرسی. درخت درخت هلوه و این هی هلوه. هی هم با اقسام نداره، یه جور هی توی دین دبیره داره، مثلا فارسی که هی دو چشم داره، هی وسط داره، هی آخر داره. هی توی دین دبیره به همین شکل نوشته میشه. دقت بکنین، باز هی بعدن حالا شکلهای مختلفی شبیه این هست. همچنین که نگاه میکنین ادامه هی دوباره یه برگردون به داخل داره که این رو متمایز میکنه. اگر که مثلا فرض کنه این برگرون به بالا بره میشه حرف خ. اینو حالا پس خوب دقت بکنه، این سرکج اینجا رو هم اگه برداریم بدون سرکج جلو که شبیه سین هست، فرض کنه دندونهای سین رو برداریم، فقط این که شبیه نون میشه توی دین دبیره میشه پ. حالا اینا رو حالا فعلا باش کاری نداریم، فقط میخوام دقت بکنیم. پس با یه سرکج اینجا شروع میشه، بعد یه نون فارسی فرض کنید بدون نقطه بهش وصل میشه، در حالی که ادامهش به داخل کشیده میشه و پیچیده میشه.
پس این هم حرف هه هست. خلاصه همطور که داشتم پیاده روی میکردن همطور که گفتم به این درخت هلو میرسن و خیلی آقای آ خوشحال میشه که عجب درخت پرمیوه و پرباری و این خانم ب براش توضیح میده که این پرباری این درخت به خاطر آبرسانیه که این فواره داره انجام میده. و همینطور برمیگردن میان دوباره میان کنار این فواره که یه کمی خستگی در بکنن. حواس آقای آ یه لحظه جمع میشه، نظرش جلب میشه به این چیزی که زیر فواره هست. فکر میکنین این چه حرفی باشه؟ گاف بله، که گل هست. در واقع به این گل ها نزدیک میشه، به گه گل نزدیک میشه. خب حالا خصوصیت این گه چیه؟ شبیهش شاید شبیهش خیلی چیز خاصی نباشه، فقط دقت بکنین این به این شکل که این قوسی که میگیره ادامش به زیر خودش کشیده میشه. دیدین خوشخط تو فارسی خوشخط که میخوایم بنویسیم، مثلا ساقی میخوایم بنویسیم، یه ساقی رو از این بر میکشیم زیر، این تقریبا شبیه اونه که بس میشه گاف، گه گل یادتون بمونه. خب من اینو میبرمش جلو. پس این فه فواره بود، این گه گل هست و خلاصه این آقای آ همینطور که داشته به این گل ها نگاه میکرده یه شاپرک روش میشینه، میره که این شاپرک رو ببینه. خلاصه شاپرک میترسه، میپره و خیلی ناراحت میشه و در واقع خانم بهم بهش میگه که البته میره قصد کندن این گل رو میکنه که خلاصه هم شاپرک میپره و اونم تصمیم میگیره که دیگه گل رو نکنه به خاطر که خانم به بانو خیلی از دستش عصبانی میشه که نباید گل ها رو بکنه و باید باغ و آباد نگه داشت و دست به گل ها نزد. بله این خلاصه داستان و اینم که هی هلو بود. خلاصه این داستان این هفته ماست. ساعت چنده؟ بخشی من این رو دیشب آمده کردم اون گه گل رفته زیر فه فواره، ولی خب به هر حال یه ریویوی دیگه هست از درس امروز. هی هلو، فه فواره و گه گل و خب این درس انجام شد. اینم مجموعه حروف به کتاب حال یاد گرفتیم. یه دور دیگه ریویو بکنیم. چه چای، می ماشین، به بانو، گه گل، هی هلو، آ آقا، که کیک، قیقوری، ز زنگوله، د دستگیره و ف فواره. خوبه؟ تا حالا چند تا حرف یاد گرفتیم؟ 11 تا حرف یاد گرفتیم. درسته؟ خیلی درست. بی زحمت اگر این کلمات تو حالا هر کسی که میخواد داوطلب بشه، دوست دارم کسی هم که شرکت نکردن همینطور امتحان بکنید فقط برای اینکه دستتون باز بشه. حرف کلمه اول اگه کسی بتونه بخونه. God بله، God که میشه خدا، که اولیش گ هست، بعدیش آ هست و آخریش د که خونده بودیم. شماره دو. هاگ هی هلو، آی آقا و گه گل. مرسی. هاگ. شماره سه. گاه مرسی. گه گل، آی آقا و هی هلو. مرسی. شماره چهار. کاه مرسی. کی کیک، آی آقا و هی هلو. شماره پنج. آفاق. دست شما در نکنه. بله، آی آقا، فی فواره، آی آقا و قی قوری. شماره شیش. گاز مرسی. خیلی خوب، خیلی هم عالی و خوب. خب این کارم انجام شد، پس بذارین من فکر میکنم فرصت هست برای بعدی. من این رو رد بکنم، این دوباره ریویو هست. خب اینجا این درس مزرعه حیواناته. خب این هفته اتفاقی که میافته توی این درس این هستش که خانم یه چند روزی هست که از اومدن آقای آب شهر میگذره و اینکه تو خونه بمونه، مثل ماها که الان تو خونه موندیم و خیلی خسته شدیم، اونم خسته میشه، اما اونا خوشبختانه کرونا نداشتن. بعد خانم ب که میدونه برادرش خیلی دوست داره بره مزرعه و مزرعه رو تماشا بکنه و حیوانات میبرتش، برادرش رو به مزرعه.
توی اون مزرعه حیوانای زیادی زندگی میکنن. توی استبل اسب هست، مرغ و خروس هستن، در واقع گاو و گوسفندا علف و یونجه میخورن و چند تا اردک هم توی آب شنا میکنن. آقای به آب و به مشغول تماشای اسبا میشن، پرنده ها رو میبینن و یه دفعه یه سرصدای پرنده بلند میشه که خانم به رو وحشت زده میکنه. آقای آن میگه که فریاد زنه که نترسید، پرنده کوچیکه. و این خانم به میگه که کدوم پرنده رو میگی، کجاست؟ و آقای آ میگه که این اردکه. بذاریم بیاییم روی این یکی، ببخشید جا به جا شده. میگه که این اردک هست. میگه کدوم اردک رو میگی، اردک یا اردک؟ میگه مگه چه فرقی میکنه اردک اردکه؟ میگه نه، این اردکی که توی شهر الفبا هست، اردکایی هستن که اینجا زندگی میکنن و اون اردکی که اردکی که با او طولانی، اینا اونا مهاجران. خلاصه حالا برای اینکه ما مشخصش بکنیم، ببینید این حرف او هست، او، ولی این او چیه؟ کوتاهه. همونطوری که میبینین هیچ گوشه و اضافه ای نداره. پس این او اردک، اردک او کوتاه. توی دین دبیره بعضی جا حروف کشیده و کوتاه دارن، همونطور که خدمتون گفتم، برای اینکه آهنگینش میکنه کلمات. فارسی ما اینو نداریم. این اوه این همون شکله، فقط همونطور که میبینین ادامش دنباله طولانی داره، اردک. پس هر جا این حرف رو دیدیم میخونیم او، هر جا این رو دیدیم و با این پای اضافه اینجا، یعنی با این دندونه اضافه اینجا میبینیم، میگیم او، میکشیمش. خب این خیلی مهمه، یعنی که وقتی که حالا به سلامتی برسیم به اونجا که بتونیم گاتاها رو بخونیم، اوهای کشیده رو یا ایای کشیده رو، حروف صدادار کشیده رو واقعا باید کشیده خون که حالت آهنگین پیدا بکنه. خب پس این چی شد؟ اردک. این چی شد؟ اردک. او شد طولانی تر میکشی. خیلی خوب. پس و خلاصه ادامه داستان به این شکل جلو میره که اینا کنار حوض میشینن و خلاصه از تماشای این اردک و اردک لذت میبرن. بعد آقای آ میگین که خیلی سخته، من باید تمرین کنم صدای اینا رو، گفتن اینا رو. و واقعا هم سخته اگر که بخواین اینطوری با فان تو فارسی بگیم اون اردک، اون اردک، خیلی کار سخته خواهد. ولی خب تو دین دبیره و تو گاتاها این داستان وجود داره. به هر حال خانم به کم کم بلند میشه و لباسش رو میتکونه و میگه که بریم برگردیم بریم خونه. از راه دور یه از زمین بازی اینها میبینن و این زمین بازی در واقع براشون یادآور دوران کودکیشون میشه. نگاه میکنن ببینن که جای خیلی تمیز و پاکیزه‌ای هست و تمام اسب بازی ها تمیز و سالمه و بچه ها توی صف ایستادن که سوار اسب بازی ها بشن. آقای آمیه که من اگه جای این بچه ها بودن سوار این سه سرسره نمیشدم اینجوری از این پلا برم بالا، میپریدم از این ور برعکسی میرفتم بالا. نمیدونم شما بچه بودین این کارو میکردی یا نه، من از این کار میکردم، به جای اینکه از سرسره از نرده هاش برم بالا خیلی وقت از این ور میرفتم بالا. خلاصه این سه سرسره اگر نگاه بکنین، سه تو دین دبیره به صورت دو تا واو به هم چسبیده فارسیه. اینو خوب بهش دقت بکنین، چون دوباره حرفای دیگه هست مثل و، و بعد ببینین این گوشه نداره، یعنی که این واو نوشته میشه. بعدن میبینیم دو تا دال کنار هم داریم که حرف دیگه خواهد بود، ولی این الان با این کش و قوس دو تا سین به هم چسبیده، میگم دو تا واو به هم چسبیده میشه سه دین دبیره. پس سه سرسره خاطرمون میمونه، سه مثل سه سه نقطه سه. خب این سه، ببینید سه، هر حرفی که صدای سه داره تو فارسی سه، یعنی به این شکل نوشته میشه. تو دین دبیره مثل انگلیسی ف داریم، مثل ثاندر مثلا، یا اونکه میشه ثاندر، مثلا ثورن. خب پس تی ایچه خان دکتر؟ نه نه، این سینه،
TH دوباره جدا نمیشه. شما میگین سه سه نقطه، چون ما تو فارسی وقتی که میخوایم تو انگلیسی TH رو نشون بدیم، مثلا بعضی وقتا میگن سه سرعیه اونطوری خونده میشه، مثلا فرض کنیم، ولی نداریم ما TH رو تو فارسی نداریم، درسته؟ آها. این سه، این حرف سه فرقم نمی کنه، سه سه نقطه، سه با سه دو دندونه فرق نمی کنه، هرچه صدای سه میشنوین با این نوشته میشه. اگر صدای ث بشنوین یا ذ بشنوین، اونا دوباره حروفش فرق خواهد کرد. خب همونطور که گفتم دین دبیره بر اساس صداست، بر اساس شکل حروف الفبای فارسی نیست. پس این فقط صدای سه. خب مثل اینن، مثل سرسره، یعنی صدایی که تو سرسره میشنویم سه، این با اون نوشته میشه. و بعد خلاصه همینطور که داشتن اینها دوباره سیر و سیاحت میکردن به این وسیله میرسن، فکر میکنین این چی باشه تو زمین بازی؟ الا کلنگ درست. این حرف اه هست و خب این حالا الا کلنگ رو اینطوری طراحی کردن که یاد بگیریم. پس این دو تا بچه هم از سرسره که پیاده میشن، میدو هم میرن میشنن رو این الا کلنگ و حسابی بازی میکنن، و این آقای آ هست که با حسرت نگاه میکنه و میگه که یادش به خیر الا کلنگ بازی وقتی بچه بودیم، مامان بابا ما رو میبردن پارک و ما دو تا با هم بازی میکردیم و بعدم بستنی قیفی میخوردیم. خانم به بانو هم میگه که قصه نخور، درسته نمیتونیم بازی بکنیم ولی بستنی قیفی میتونیم بخوریم. خلاصه روانه میشن که برن بستنی قیفی بخورن. خیلی خوب، من اینو همینجا حالا نگهش میدم، من ادامه ندادم اینو، ولی گفتم فقط باهاتون این رو در واقع آشنا بکنم. الان 9:57 دقیقه هم هست. پس حروفی که با هم امروز ریویو کردیم، من جای مثالش رو میتونم خالی فعلا بذارم، ولی یه سری میتونم کلمه بهتون بدم که بتونین اینها رو با هم در واقع تو منزل چیز بکنین، تو منزل تمرین بکنین و بنویسینش. من ننوشتم ولی حروفش کلماتش رو به فارسی میگم، بی زحمت خودتونم میتونین کلمه بسازین. من اینو برمیگردونم بالا. اینا قبلی ها بود که با هم تمرین کردیم و حالا دو تا حرف دیگه پس اضافه میشه، یکیش بخشی سه حرف دیگه اضافه میشه، یکیش سه هست مثل سه سرسره، یکیش ا هست ای الا کلن، و همینطور که گفتم او هست، او کوتاه و او کشیده که خونده میشه او. حالا اینو برای اینکه تمرین بکنیم، کلماتی که میشه نوشت، یکی حرف به فارسی بی زحمت اگه اینا رو یادداشت بکنین که بعد خونه خودتون بنویسین، کلماتی که میشه نوشت برف هست، ره به این شکل نوشته میشه، یعنی اگر این ف بود این ر، و بعدن حالا شکلش میاد، این ر رو با روغن چیز میکنن، به روغن نسبتش میدن و بعد داستانشون هفته بعد براتون میگم، ولی حالا فعلا علل حساب داشته باشین. اگر الان اینو بخوایم بخونیم، اینو چی میخونیم؟ این بود ف، این بود ف نبود؟ فرد ادا مرسی. اگه بخوایم اینو بخونیم راد مرد، مرسی. راد مثل جی هست، جی انگلیسی. بله بله، ببخشید این پاک کنم داره خیلی جالب، بذار من پاکش کنم یه چیز دیگه بنویسیم تا وقت یه دقیقه فکر کنم وقت داریم یا تموم شد وقتمون تموم. حالا اینم بگین و بریم. ما با پاکونتون دارید. حالا مدادش گم شده کجا؟ آه
ای بابا مدادش گم شد. مداد من با مدادش تلاشم کنم که مدادش از دستم خارج شد. الان درا. اوکی. ببینیم میمو میده. خب اینم بگین. اوپس. این نه. نه کسی میتونه بخونه؟ این اوی کشیده بود نوشین جان آخری درسته؟ فه 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 ره و فه آخری این برف نیست؟ برف درسته بره اینم برف یکی دیگه هم بهتون بگم فکر کنم اینم بتونین بخونینش آخریشه اینم درستش رو براتون چیزش کنم اوکی ببخشید اینا اردک دقیقاً یعنی بعد به صورت کوری بخونینش خیلی هم خوب عالی دستتون درد نکنه